سلام بلقیس خانم. سلام علیکم. ماشالله هزار ماشالله، نعمت بزرگ شده. آره، موقع مدرسه شه. شنیدم پدرش اومده اهواز. میخوام برم پیشش کاری کنم برای بچم سجلت بگیره تا بذارمش مدرسه. راستی برام نگفتی شوهرت چرا بیرونت کرد؟ تو که میگفتی اون مرد خوبیه، مرد سربزیریه. والا چی بگم، وقتی آبستن بودم تو طبقه بالای ساختمونی که ما زندگی میکردیم یه جوونی بود که تحصیل میکرد. این جوون از یه پا علیل بود، چون کسی رو نداشت که ازش نگهداری کنه. من را رضای خدا بهش کمک میکردم، براش غذا میپختم، لباسشو میشستم. خلاصه طوری رفتار میکردم که تنهایی و بی کسی ناراحتش نکنه. واسه همینم شوهرم به من مشکوک شده بود، میگفت نباید با اون پسر یه شل که اسمش محسن حرف بزنم. براش قسم خوردم، بهش گفتم که من رارضای خدا به محسن کمک میکنم. تا اینکه نعمت به دنیا اومد، وقتی دید بچم علیله، سر بد سری رو گذاشت، مرتب کتکم میزد و میخواست به خیال خودش زیر زمون منو بکشه. همش میپرد چرا شله؟ چرا شله؟ من چه میدونم؟ دیگه تو دیوونم کردی، خدا اینجوریش کرده. خدا؟ تو خیار میکنی با بچه طرفی؟ همه حرفایی که مردم میزدن درست بود. برو بیرون از این خونه، گفتم برو بیرون. فریاد نزد، به خدا اشتباه میکنی، من به تو خیانت نکردم. خفه شو، خیانت نکردم، خیانت نکردم. اینها، این مدرک خیانت و هرزگی توه. خدا میخواست که تو رسوا بشی، باز هم بگی خیانت نکرده ای؟ خجالت نمیکشه اینطور حرف میزنی؟ این بچه توه، اگه پاش علیله خدا اینطور خواسته. اسم خدا رو به دهن نجست نیار، برو بیرون. لایق زندگی پاک و آبرومند نیستی، برو بیرون. بولت هم وردار از اینجا، برو. من الا میادم کفش میکنم. اون کاری نداشته باش، هر کاری بپیش میرو کشمش. خدا به بچه هم کاری نداشته باش، بیگناه. برو پول میرو کشمش. برو کمش نه، پا تو میبوسم، دست تو میبوسم، هر کاری بگی میکنم. به خدا از اینجا میرم، اونم با خودم میبرم. برو شا زود ورشتر از اینجا، برو زود گورتو گم کن. بتوم خب الان میرم. برو بیرون همین الان میرم. گمشا چی شده مادر؟ چرا گریه میکنی؟ چیزی نیست مادر جون، برو بازی تو بکن، برو. چشم
دیگه از اون به بعد شوهرم رو ندیدم. نعمت رو برداشتم اومدم اهواز پیش پدرم، ولی اینجا خبر مرگ پدرم رو به هم دادم. گریه نکن، گذشته ها دیگه گذشته. اصلا اگه از من میشنفی دوروبر شوهرت نرو. پس مدرسه نعمت چی میشه؟ ولکن بابا حوصله داری، بدبخت با سواد بشه یا بی سواد بالاخره بدبخته. نه، بچه‌م از بزرگونه، پدرش آدم مهمیه، بالاخره یه روز ابرای سیاه کنار میرن و خورشید حقیقت نمایون میشه، پدر و پسر به هم میرسن. اون وقت قشنگ نیست که نعمت من بی سواد باشه، جلوی سرا همسر خجالت میکشه. حالا که دلت میخواد بری برو. سلام ننه، با کی کار داری؟ با آقا کار دارم. خونه هست؟ خونه که هست، اما خب اما نمیشه یه وقت دیگه بیای؟ آخه رام دوره، کار لازمی دارم، باید حتما ببینمش. خیلی خوب، بیرو تو. خیلی ممنون. باید یه ذره صبر کنی. چشم. مادر، این خونه بابای منه؟ آره مادر. اگه مال بابامه پس چرا نمیایم توش زندگی کنیم؟ پرسیدم اگه مال بابامه پس چرا نمیایم توش زندگی کنیم؟ نعمت جون، حالا نمیتونم برات بگم چرا، بعد بهت میگم. بیا بریم پیش بابا. نه بیا، بیا دیگه. صبر کن، حالا صبر کن تو. مادر جون صبر کن. کجاست؟ اسم شما چیه خانم؟ اسمم؟ خودش کجاست؟ تو این اتاقه، مهمون داره. مادر، بابا تو این اتاقه. مادر، من میرم پلوی بابا. صبر کن، صبر کن. اجازه داد بیای توی خونه؟ اومدم پیشت بهت بگم نعمت بزرگ شده، باید بذارمش مدرسه. برو بیرون از اینجا. دیگه بی‌انصافی رو بذار کنار، راه رضای خدا برای این بچه سجل بگیر. آخه میخوام بفرستمش مدرسه. تو با تیپان انداختمت بیرون، گورتو گم کنه برو. به خدا تا برای بچم سجل نگیری نمیرم. آخه کدوم پدری به این بی انصافی میشه؟ وجدانت کجاست؟ ایمانیتت کجاست؟ بیرحمیم اندازه داره من. آبروی منو بردی، برو از اینجا و شرتو بکن. تو برای این بچه سجل بگیر، قسم میخورم کاری به کارت نداشته باشم، دعاتم میکنم. میری از اینجا یا با اردن؟ مادر جو، خود به اون کاری نداشته باش، کتکش نزن، ما از اینجا میریم بابا جو. بابا جو آفرخون بکر حروم زاده، من یه خفت میکنم. خفت اون نداشته باش، کاری به اون نداشته باش. مادر
بشه با از اینجا میری. ولی یادت باشه که خدایم هست. اگه خدا سزایی تو رو نداد پس هیچی تو این دنیا وجود نداره. بارکام شاه بیا بکن مادر بلاخره ما هم خوبه. مسئلت میخوام عزیزم. تو اسم خودتو گذاشتی مرد؟ ناراحت نباش عزیزم. به من دست نزن. آخه تو چه نمیدونی؟ چی رو نمیدونم؟ مگه چشمام کور بود؟ مگه گوشم کر بود که این همه نامردی رو نبینم و نشنفم؟ آه عصبانی نباش، باید خوش بود. گفتم به من دست نزن، میفهمی؟ یا برم کن. درسته که من یه زن خود فروشم، درسته که من تو خیابونا پرسه میزنم و لحظه به لحظه به خاطر پول ترم و به هر کس و ناکسی اجاره میدم، اما به خدا آرام میاد که دست نامرد بی وجدانی مثل تو به ترم بخوره. همه این مردم من زن کثیفی میدونن، ولی تو از من کثیفتری، تو از من لجنتری. اینم پوله، سر تو بخوره. همش گریه میکنی، بس دیگه، تو داری خودتو میکشی. چیکار کنم؟ مادر جون، یه چیزی ازت بپرسم درست به هم جواب میدی؟ چی میخوای بپرسی؟ میخواستم ازت بپرسم، همه ی بابای دنیا انقدر بدن، به زن و بچهشون بدی میکنن. حرف بزن مادر جون، جواب منو بده، میخوام بدونم، بگو مادر. چی بگم؟ اینقدر گریه نکن، خدا بزرگه. منم دیگه بچه نیستم، گنده شدم، همه چی رو میفهمم. دلم میخواد تو دیگه قصه نخوری، عشق چشای قشنگی تو خیس نکنه. میدونی اگه بابا بده، عوضش من پسر خوبی میشم. از امروز مثل یه مرد میرم کار میکنم، میفهمی مادر جون؟ کار. زندگی قلبمو داغون میکنه، دل بی پناهمو قصه پریشون میکنه. دشمن کهنه بوده با من همیشه زندگی، واسه من دیگه این زندگی نمیشه زندگی. زندگی قلبمو داغون میکنه، دل بی پناهمو قصه پریشون میکنه. دشمن کهنه بوده با من همیشه زندگی، واسه من دیگه این زندگی نمیشه زندگی. Thank you.
ماه نفتی بعد از زمستون روزش سیاه نفتی ای خدای روزی رسون روزی منو زود برسون ای خدای بی کسون برای من تو یکی بمون به خدا خسته شدم من دیگه از این دوندگی میشه که یه روز منم بیغم باشم تو زندگی آی نفتی نفتی سالی سه ماه نفتی بعد از زمستون روزش سیاه نفتی همیشه دورام کسی نیست بنام نمیشه آتشی روشن تو شبهای سیام کسی چرا محبتی نمی کنه به نفتی نپرسشی نبتوبتی نمی کنه به نفتی آی نفتی نفتی سالی سمایش یا نفتی آی نفتی نفتی سالی سه ماه نفتی بعد از زمستون روزش سیاه نفتی آی نفتی نفتی سالی سه ماه خدایا شکر سلام مادر سلام مادر جان خسته نباشی سلامت باشی قبول باشی خام خیلی درد میکنه مادر الهی مادرت بگیره مادر جان بذار یه خورده برات بمالمش این پیتای نف خیلی سنگینه خستم میکنه فکر یه کار دیگه باش، یه کار سبکتر که زیاد پاتو اذیت نکنه راستش مادر، دلم میخواد از اهواز برم کجا میخوای بری؟ دلم میخواد برم تهران میگن تهران شهر بزرگه تو اون شهر بزرگ توکل به خدا میتونم یه کاری برای خودم دست و پا کنم تو که تهران جایی رو بلد نیستی، میترسم سرگردون بشی اینجا من تا عمر دارم همینجور میمونم میرم تهران، میرم انشالله یه کار بارم خوب شد هم یه پیشم اگه نشد بر میگردم اهواز راضیم به رضای خدا ولی واسه بهم قول بدی که قصه واسه نخوری ها دیشب یه خواب خوبی دیدم دلم روشنه میخوای بری برو دعا میکنم هر کجا هستی سلامت و خوشحال باشی یه چایی بریز بخور خستگی داره تا من الان بیام مدت من این پولو پس انداز کردم همراه خودت ببر شاید لازمت بشه نه مادر من مردم اگه گشنم بمونم عیبی نداره فقط این دستمارو بر میدارم شاید یه روزی به دردم بخوره بگی این پول پیش خودت باشه بگی مادر الهی با امیر خود الله
خدایا، خداوندا، درد دردمندون دوا، حاجت حاجتمندونم روا. خدایا منم تو این شهر غریبم، خودمو به خودت سپردم. سلام سر. سلام آقا. هر روزم که پست من بود اینجا نشسته بودی، امروزم که اینجایی. از اهواز اومدم اینجا کار کنم. ولی با نشستن و دست روی دست گذاشتن کار پیدا نمیشه پسر جون. خب چیکار بکنم سر؟ تو این شهر کار زیاده، اگه تو اهل کار باشی بیکار نمیمونی. برو برو جانم، از قدیم گفتن از تو حرکت از خدا برکت. برو بابا. باش. میشه برم تو؟ بله بفرمایید. قربونت. ببینم دنبال کسی میگردی؟ آره با صاحب کافه کار دارم. با صاحب کافه چی کار داری؟ باید با خودش حرف بزنم. داوود چی میگه؟ با آقا کار داره. آقا؟ آقا یکیه، اونم فقط مرتضی علیه. من با صاحب کافه کار دارم. صاحب کن برم اجازه بگیرم. باش.
بیا تو. یه نفر اومده میگه با شما کار داره. یه پاشم شاله. نمیدونی چی کار داره؟ نه، میگه میخواد با خودتون حرف بزنه. بسیار خب، برو بگو بیا تو. چشم. سلام. با من چی کار داری؟ اومدم اینجا به هم یه کاری بدی. کار؟ چه کاری بلدی؟ هر کاری بگیم میکنم. صدا من برک نیست. اگه ایزه بدید میتونم آواز بخونم. آواز؟ راه بره بینم. راه برم؟ آره. بسیار خوب. باره بگو داود بیاد تا دستور بدم. داود؟ آره، همونی که تو رو فرستاد تو اتاق. چش. برو تو، مثل اینکه با تو کار دارم. با من؟ آره. بله قربان. تو کی میخوای آدم بشی؟ قربان چه اتفاقی افتاده؟ دیگه چی میخواستی بشی؟ هر کثافت بی سر و پایی باید مزاحم ما بشه؟ از خیافش دلم به هم خورد. بوی جن میدادم. افتا میدم. یعن سر تا پای هیکلته که مثل لاشخور میمونه. فضولی میکنی؟ اولا فضول خودتی. چبت آبادته، اید تبارته. دوب من. بندازیم بیرون این حیوان. باش، حیوان خودتی. زیادم ار رو ار نکن کار نمیدی خب نده. ولی غلط میکنی حرف مفت میزنی. نوبر چا برده؟ هفت این ضعیفی اینجا نشسته. ولی میدونستم با چی کار بکنم. اصلا چی کار میکردی؟ اومده ای باید میکردم که سه ما نتونی رو اون صندلی بشینی. بیاین اینو بندازیم بیرون. چه؟ حالش رو جا بیارین. از در پشت بندازینش توی کوچه. خدای من بزرگ. ناراحت نباش ای در آقا. کافه خیلی خلوته. خدا بزرگه. نازیم به رضای خدا. بیا دود کن. دست شما ده. چیه که آواز میخونه؟ چه صدای قشنگی داره. رادیوس داره میخونه. نه، این صدا از رادیو نمیتونه باشه. صدا از کوچه و خیابونه. حتما راهگذری داره برای دلش آورده. شاید. برو ببین کیه. اگه شد بیارش اینجا. چشم. بیاران کی رسید. ای ها. ای ها. وایسه ببینم جوون.
چه صدای قشنگی داری. ممنونم. مثل این که مال تهرون نیست. نه آوازی هم اومدم تهرون کار باشه. کار؟ آره هر کاری باشه. با من بیا شاید یک کاری برات پیدا کنم. توکل به خدا. بیا 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 جب. این جوان بود که آواز میخوند. سلام بابا. سلام آقا. بفرمایید بشینیم. خیلی هم ممنون. اهوازیه، برای کار کردن اومده تهرون. اسمت چیه؟ اسم نعمت. نعمت؟ خب نعمت آقا، قبلا چی کار میکردی؟ من از بچگی کار میکنم، همه جور کاری کردم. پینه دوزی، فاننامه فروشی، روزنامه فروشی، این اواخرم به طور دورگر تو عواز نفت فروشی میکردم. کار عیب نیست جوون. ازش خوشم اومد، جوون پاک و ساده ای. ممنونم. دلت میخواد تو این کافه کار بکنی؟ از خدا میخوام. صدای قشنگی داری، شک نداره همه صداتو میپسندن، حتما موفق میشی. توکل به خدا. ولی باید یه قولی بدی. وقتی هم که قول دادی سر قولت وایسی. مرد و قولش، بگو چه قولی باید بدم؟ باید قول بدی اگه موفق شدی تا لحظه ای که من و کافه من به وجودت احتیاج داریم اینجا بمونی و کارت ادامه همین. بدی. همین؟ آره؟ من بچه خوزستانم، بچه های خوزستان سرشون میره اما قولشون نمیره. ما وقتی با کسی میگیم یا علیو دوستی میکنیم، دوستیمون هم مثل آفتاب دیار خودمون گرم و بیریاست. قدر خوبی رو گم نمیکنیم. نمک نمیخوریم نمکتون بشکنیم. ولی باید قولو بدی. باشه قول میدم، قول مردونه. اگه خدا بخواد و سرم هم به ستاره های آسمون هم برسه، هیچ وقت شما و محبت های شما رو فراموش نمیکنم. قبول کردی؟ آره قبول میکنم. پس بزن اینجا. بله به امید خدا. چه یاری دارم به یار من به به به، چه روزگاری دارم نگار من به به به، گل و بهاری دارم بهار من به به، به عشق من به یار من تو هم بگو به به، به روز و روزگار من تو هم بگو به به. صبح شبای دل دل اگر سنگ نوای دل ندارم دلی که دریا دارم چه ندارم چه ندارم. دلم به تو بابنده میدونم میدونی، منم به عشقت زنده میدونم میدونی. آه به عشق من به یار من تو هم بگو به به، به روز و روزگار من تو هم بگو به به. ساز دل صدای دل اگر سخته شفای دل بشته، دل اگر تنگه دوای دل بشته. ببین چه یاری دارم به یار من به به به، چه روزگاری دارم نگار من به به به، گل و بهاری دارم بهار من به به، به عشق من به یار من تو هم بگو به به، به روز و روزگار من تو هم بگو به به. صاف دل صدای دل صاف دل صدای دل صاف دل
مرتضی؟ مرتضی؟ بله آقا. اینجا ببینم. اومدم. بله قربان. خبری هست؟ خیر قربان. همه میان جلوی در، اما تو نمیان. به خاطر آقاستی میرن کافه سوسن. بسیار خوب. برو دم در. چشم قربان. چی شده؟ از وقتی این پسر پیدا شده تو کافه ما پرنده پر نمیزنی. اگه وضع همینطوری بمونه کلکمون کنده است. این خاکی بود که خودمون به سر خودمون ریختیم. چه میدونستم اینطوری میشه؟ دارم دیوونه میشم. هرچی فکر میکنم عقلم به جای قد نمیده. اگه درشو ببندیم بهتره. با بستن در کافه و این حرفا درد ما دوابشون نیست. باید فکری کرد و نقشه‌ای کشید. همینجا نگه. همین الان. اینجا کارت دارم. برو تو. من اگه به تو نیستم گفتم برو تو. برم تو چی کار؟ دوست ندارم دیگه از من باز خواست کنی. وقتی بهت میگم برو تو مثل بچه آدم بگو چشم بلا دست نمیدونم اینجوری میشم برم 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 داری. اتا چه؟ خانه تو بپوشم زن. آقا اینجا چی کاره هستن؟ شبا تو سالن قدم میزنه تو کسی شلوغ نکنه. ناسلامتی مدیر سالنه. پس گردن کلفته. اینطور میگن. اما گردن کلفتی نیست که آدم به بدبختر و ضعیفتر از خودش دور بگیره. اگه مردی برو گنده تر از خودتو پیدا کن. تو گنده تر، حالا چی میگی؟ دوست داری بدونی؟ آره. پس بدون. آه.
این بود اون همه هارت پورته؟ خودتو بپوشون. اینجا چیکار میکنی؟ مادرم توی این کافه کار میکنی، روز سال من اضافت میکنی، شبام تو آشپزخونه ظرف میشوره. چند روز اون مریض شده، من به جای اون میام تو کافه کار میکنم. عیبی نداره، کار نیست، ولی کافه اونجور جای دختری مثل تو نیست. چه کنم، از مجبوری. در هر حال دیگه نمیخواد جای مادرت بیه کار کنی. من به مدیر کافه میگم یکی رو بذاره جای اون تا حالش خوب بشه. تو رو خدا این کارو نکنی. ناراحت نباش، میگم حقوق مادرتو مرتب بهش بدم. حالا باید بری خونه؟ آره. با این وضع خوب نیست بری تو خیابون. بری من لباسمو بپوشم، الان کریم آقا ماشینه میاره، میرسونم تو خونه. بفرمایید بریم. ساعت کافه نمیگم، من نون خوردم میافتی، ولی دیگه نامردی نکن. نوکرته. باش تا اموراتت بگذره. چیزی نیست، انشالله حالشون خیلی زود خوب میشه. دواهایی که می نویسم مرتب بهش بدی. چشمایی داشت. اگه حالش تغییر نکرد منو در جریان بذاری. چشم، حتما. قضام ساده بهش بدی، آش و سوپ و از اینجور چیزا. خیلی متشکرم آقای دکتر. خواهش بکنم. خب آقای دکتر، خیلی لطف کردین که تشریف آوردین، خیلی ممنون. اختیار داریم، وظیفه‌ام بود. با اجازه، مرمان خوش آمدید. خدا حافظ. خوش آمدید. خدا حافظ. کریم حالت خوب میشه. خدا حافظت بده پسر جون. ممنونم آدم. خب من باید برم فرودگاه، قرار مادرم از اهواز بیاد، یه کمی دیر شده. برو نسخه رو کریم آقا میگم بگیره بیاره. منم شب باز میام اینجا. اگه کاری داشتین شب کافه سوسن یا افق طلایی یا تئاتر پارس به هم خبر. برو مادر، خدا به همراه. یا حق، ما رفتیم. خدا من الان میام مادر. آقا شما نعمت رو ندیدی؟ نعمت؟ کدوم نعمت خانم؟ خوش اومد. منو ببخش که دیر اومدم، دنبال یه کار خیلی بودم. خیلی هم ممنون که اومدی. خیر ببینه الهی، ننه عیبی نداره. خوش اومدم بری. خوش برم مادر، الهی دلم خواست یه ذره شده بود. بریم که خیلی باهات کار. خدمت همه سلام عرض میکنم، امیدوارم سلامت و سرحال باشید.
چوب نارنجیه. میخواستم بهتون بگم من هر شب اینجا هر ترانه‌ای رو که شما دوست داشتین براتون میخوندم، ولی امشب خواهش میکنم به من اجازه بدید ترانه‌ای رو که خودم دلم میخواد بخونم. آخه امشب عزیزترین موجود زندگی من اینجاست، مادرم. دارم امشب عزیزی بهترم امشب، برو 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 میاد امشب میدونم به زنگش میمونم، وقتی از درد میاد گل به گل پاش میشونم، دردم و درمونه او عزیز جونه، بس به اون نازدونه به زبون آسونه، چشم سیاشو گردم بگردم ناز و نگاشو گردم بگردم، ناز و عداشو بنازم بنازم، قد و بالاشو بگردم بگردم. خوشم میخونه دردم و درمونه او عزیز جونه، بس به اون مفتونه به زبون آسونه، چشم سیاشو گردم بگردم ناز و نگاشو گردم بگردم، ناز و عداشو بنازم بنازم، قد و بالاشو گردم بگردم. گارسون. بله خانم. کار آقای آقاسی تموم شد، خواهش میکنم بگید بیاد اینجا. بگم کی باهاشون کار داره؟ میاد میشد میدونم گوش به زنگش میمونم، وقتی از درد میاد گل به گل پاش میشونم، دردم و درمونه او عزیز جونه، بس به اون نازدونه به زبون آسونه، چشم سیاشو بگردم بگردم ناز نگاشو بگردم بگردم، ناز عداشو بنازم بنازم، قد و بالاشو بگردم بگردم. خوشم میخونه دردم و درمونه او عزیز جونه، وطن اون نفتونه به زبون آسونه، چشم سیاشو بگردم بگردم ناز و نگاشو بگردم بگردم، ناز قدشو بنازم بنازم، قد و بالاشو بگردم بگردم، قد و بالاشو بگردم بگردم، قد و بالاشو بگردم بگردم، قد و بالاشو کی با من کار داره؟ سلام. فرمایه؟ مثل اینکه هیچ انتظار نداشتی من اونجا بریم. با من چی کار داری؟ لازمه در یه مورد خصوصی با هم حرف بزنم. بشین. قربون محبت شما. بیا بشین. نمیتونم بشینم، باید مادرم ببرم خونه، یه جای دیگه هم برنامه دارم. کاری مهمیه، باید باهات حرف بزنم، اگه میشه مادرتو برسونیم خونه بعدم با هم حرف بزنیم. یه دقیقه صبر کن، الان میام. منتظر میشم. سلام مادر، حالت خوبه؟ سلام. خوبم، خسته نباشی. ممنونم مادر جان. من یه جای دیگه هم برنامه دارم، یعنی کار دارم. شما برنامه دیگه رو تماشا کن، بعدش هم با آقا کریم برو خونه. منم کارم تموم شد میام پیشه. باشه مادر، زودتر بیای خونه. چشم، فعلا خدافظ مادر. خدا. خب، کجا باید بریم؟ با هم میریم تا محلی که برنامه داری، تو رو حرفامونو میزنیم. پس برو بریم.
برو سوارشو ببینم چی میگه از ما بهترون. خیلی خوب. مواظب باش نیفتی ها. اینم خونه تو. من توبیا نیستم. هر حرفی داری همینجا بگو. گفتم که کارت دارم. تو چقدر بیزوقی. من یه زنم. یه زن خوشگل و با شخصیت. نه بابا. اگه اراده کنم هیز نکن قربونت برم. ببینم تو ننم داری؟ آره. چطور مگه؟ میخواستم بگم اگه قربون ننت بری بهتره. آه. شوخی نکن. در واقع خاک پدر جدیه. جدی میگم. پاشو، پاشو برو پی کاره، بذار بریم به کاسبینون برسیم. نیمت. نیمت تو درد. نیمت تو مرگ. با دکونی که معامله نداری ناخونک نزن. بلنشو، بلنشو برو پایین. منو از ماشینت بیرون میکنی؟ اینطور میگم. باشه، میرم. ولی یادت باشه تو دل منو شکستی. خب بده بندش بزنم. کوف. نفهمیدم مثل اینکه طرف پس افتاد. سوختم. دارم میسوزم. چی شد؟ دارم میسوزم. چیه؟ چی شده؟ اینجام داره میسوزی. سوختم. کجات میسوزم؟ قلبم دارم میسوزی. منو برسون خونه جوام اونجاست. سوختم وای. کلک نباشه. نه. الله اکبر. مورد کشی هم گردن هم بگیره. آمین شد. آمین شد. وای. نقل آمین شد. وای. سوخته. وای وای وای. آه. قلبم. وای. نمیدونم قبله کدوم طرفه. قبله رو میخوای چه کنی؟ میخوام رو به قبله بخوابونم. یه وقتی دی فدایی سرم شدی. حیفت نمیاد. نه بخوابا. سیپ منو بکش پایین. زید دیگه چیه؟ اینه بکش پایین. آلا آلا. حقه کارایی نشرده. آخ مردم. وای وای. دیگه فرمایشی نداریم؟ اون دوای منو بیار نیمت جان. دوا دوات کجاست؟ اونجا اون طرف روی اون بوفه. ای بخواب. همون جور بخواب الان میام. امیریا. این که آدم سالمم ناخوش میکنه زن. دی جلال خدایا من از شر استاد شیطون حفظ کن. نعمت مرم. بیا به دادم برس. عزرائیل به دادت برس. نعمت بیا قلبم. قلبم رو به مال معطل نکن. ازت خواهش میکنم نعمت جان. نعمت به مال. نعمت. نعمت. مال. نعمت. نعمت. خیلی خوب. پایین‌تر. نعمت. پایین‌تر. بازم پایین‌تر. پایین‌تر. جون، معذرت می‌خوام ناراحتت کردم. بیا، بیا بشین. بیکن بهنم. بشین دیگه. زن برو یه چیزی تنت کن. قباحت داره آخه. زنی گفتن، مردی گفتن، محرمی گفتن، نامحرمی گفتن. بیلیلش از گرما دارم کلافه میشم. اینجای بابای آدم دروغگو. اشکالی نداره. تو رو دوست دارم. هر چی دلت میخواد بگو.
مهم نیست، هر چی دلت میخواد بگو. باش، باش. قرار داده، تو باید زیر اونو امضا کنی. آره باید امضا کنی، جون من امضا کنم. امضا کن دیگه، کلی پول گیرت میاد. خب من که امضا بلد نیستم که. اشکالی نداره، انگوش بزن. مگه خیک شیر است که انگوش بزنم؟ خواهی تو بکش کنار زن، حاصله بگی، پا میشم. نه پا نشو. خیلی خوب میرم عقب. ببین اگه تو این قرار داده امضا کنی، ما دوتا شریک میشیم توی کافه، توی کارهای دیگه، اصلا تاجر، تاجر میشی. آره، دوتاییمون میشیم تاجر آلو. به چه مناسبت تاجر آلو؟ آخه آلو حالت مسهلو داره، رودل مردم پاک میکنه، به مرگ موت. تو که همه چیزو با شوخی برگزار میکنی. خب دیگه پرت پلا بسه، کارم داره دیر میشه، باید برم. نعمت، نعمت جونم، باور کن دوست دارم، دلم میخواد تو بیای تو کافه ما با هم کار کنیم. کار؟ اگه یادت باشه من اول اومدم تو کافه شما، این خودتون بودین که منو با اون خفت و خاری بیرون انداختین. وقتی که پامو دیدین بیشتر مسخرم کردین و دلمو شکستین. ولی خدا، خدایی که اون بالا نشسته بود دل شکسته منو دید. خب بگذاریم، خلاصه این حرف آخرمه که بهت میزنم. من به حیدر صاحب کافه سوسن قول دارم. قول؟ آره، نمیتونم بیام تو کافه رقیب اون آواز بخونم. قول دادی دادی، آسمون که به زمین نمیاد. مرد و قوله. از این حرفا گذشته بهت که گفتم من تو رو دوست دارم، میخوام زنت بشم، میفهمی؟ تو باید منو بگیری. بگیرمه؟ ایشالله اسرائیل تو رو بگیره، فهمیدی؟ اسرائیل ما رفتیم با یا ها. نعمت، نرو. سلام، چیه؟ اتفاقی افتاده؟ چی شده؟ حال مادرت چطوره؟ الحمدلله بهتره، بیا تو. پس چرا گریه کردی؟ پرسیدم چرا گریه کردی؟ جلوی کافه با اون زن خوشگله سوار ماشین شدی، کجا رفتی؟ اگه تو اونجا بودی؟ آره، اومده بودم کارت داشتم ولی... گریه نکن، گریه نکن، اون میخواست منو ببره توی کافه آواز بخونم. تو هم قبول کردی؟ قبول نکردم که هیچی، خیتشم کردم. باور نمی کنی؟ چرا؟ باور میکنم تو یه مردی، یه مرد هیچ وقت دروغ نمیگه. اصلا همین مردونگیتی که منو حرفتو بزن. دوست دارم، به خدا خیلی دوست دارم. دوستم داری؟ منم حرفی تو بزن. منم تو رو دوست دارم، صفا و پاکی تو دوست دارم. حالا به من بگو تو چی منو دوست داری؟ من اون موها تو دوست دارم. دیگه کجا منو دوست داری؟ ابروها تو دوست دارم. دیگه کجا منو دوست داری؟ من اون لبها تو دوست دارم. دیگه کجا منو دوست داری؟ اون سینه ها تو دوست دارم. دیگه کجامو دوست داری؟ از اینجا بعد ترمز ترمزه، فقط به هم بگو نعمت. نعمت؟ بله مادر. کی اومده؟ نعمت آقا. پس بیارش تو. چشم مادر، بیبریم تو. ببینم، میخواستم یه چیزی بهت بگم. بگم یا نگم؟ بگو، خوبشم بگو. ایشالا وقتی حال مادرت خوب شد، مادرمو میفرستم خواستگاری بسات عروسی رو روبرا بکنی. باشه؟ باشه. ای
کردم، خدا خدا کردم، همه وجودم را پر از صفا کردم، که ای خدا ازت میخوام یه دل بر مهربون، که برق اون چشاش بشه چرا بین آشیون، دلم میخواست یه دست گل عروس جلم باشه، دلم میخواست عروس من مشکل عالم باشه، حاجت من روا شده به من بگین مبارکه، درد دلم دوا شده به من بگین مبارکه، پنیر و پسته نعمت حالا میرخصه، دنیا رو با خبر کنید که خونمون عروسیه، بگین شریک عمر من عروس به این ملوسیه، عروس چناز داره دو ما چه سالاره، به هجلشون امشب ستاره میباره، خدا خدا کردم، همه وجودم را پر از صفا کردم، که ای خدا ازت میخوام یه دل بر مهربون، که برق اون چشاش بشه چرا بین آشیون، دلم میخواست یه دست گل عروس جلم باشه، دلم میخواست عروس من خوشگل عالم باشه، حاجت من روا شده به من بگین مبارکه، درد دلم دوا شده به من بگین مبارکه، ناراحت نباش عزیزم. نعمت از امشب میره سر کارش، دلم میخواد خوشی های ماه عسل رو از دماغش بکشین بیرون. خیالتون تخت تخت باشه، همین امشب معامله باش میکنم که دلی دلی از یادش بره. کریم آقا زودتر کارت انجام بده و برگرد. نیم ساعت بیشتر طول نمیکشه. خوش اومدید. چرا همچی میکنی ما؟ از اونها بپن. برو تایسا، دوست دارم شب کارونو همین جا واسمون بخونی. اینجا که نمیشه آواز خون، بیاین تو کافه اونجا واسهتون میخونم. دوست دارم همینجا بخونی. چی شد؟ بریم رد کارتون. میخونی؟ یا یادت بدم بخونی؟ چجوری یادم میدی؟ خیلی هم ممنون. یه دونه زدی؟ ای برادر، اگه مردین هفت نفریتون یه دونه بخورین. اینجا نشستید جلوی کافه نعمت رو کشتن. نعمت رو؟ آره یه ایزاد این کافه سر میزنم. بیا نتا بیا چند نفر بگیرم؟
چی ریخته بودن سرت؟ هیچی، دنبال بانه میگه. من هم دلو که طوری نشد. نه، من میدونم دلشون از کجا پره. شما هم که خوب حسابش نرسته دیگه. چاکرت. بیاییم بریم، بیاییم بریم. زود در رفتن. آره. تازه گرم شده بودم جونشون بودم. نگران نباشید. ناراحتی شما اواره روزهای اول حاملگیه. چند بگذره کاملا حالتون خوب میشه. خدا را شکر. آقا نمه راست میگی؟ آره، یه پاسبان و دوتا شخصی هم همراهش بوده. برو بریم. نمت کجا میری؟ الان بر میگردم. اجالتا خدا حافظ. خدا حافظ. بفرمید برید. بفرمید خواهش میکنم. صبر کنید. اونو کجا میبریم؟ کلانتری. حکم جلب داره. چی کار کرده؟ بدهکاره. چقدر قرض داره؟ طلبکارش آقاست. چقدر به شما بده کاره؟ حدود 400-500 هزار تومن. 400-500 هزار تومن؟ آره. اسم شما چیه؟ ناصر روشن روان. آقای روشن روان، میشه به زندان نبرینش؟ حرفی نداریم آقای آقاسی، شما بگین ولش کنین، ولش میکنیم. ولی خب ما هم باید جواب مردم رو بدیم. این پول مال مردمه. شما بگین آزادش کنن، من شبا میام تو کافش مجانی آواز میخونم تا قرضاشو بده. چشم آقای آقاسی، به خاطر شما من کاری باش ندارم. آقای پاسبان، آزادش کنید. ای والا جوان، ای والا. ولی تو زندگی مرد. اومده اومده باز دوباره جون به تنم اومده، داج سرم اومده، بابا بال و پرم اومده، اون که دلم میخواستش بابا باز ببرم اومده. وای وای، آخه اون عزیزتر از جون منه، آخه اون جون منه، خون منه. اومده از راه دور بدیدنم، قدمش بدیده مهمون منه، قدمش بدیده مهمون منه، قدمش بدیده مهمون منه. دور سرش میگردم، براش از شهرهای دور توق تلا میارم، صدف و مروارید از تو دریا میارم. آخه اون عزیزتر از جون منه، آخه اون جون منه، خون منه. اومده از راه دور بدیدنم، قدمش بدیده مهمون منه، قدمش بدیده مهمون منه، قدمش بدیده مهمون منه. اومده اومده دل بر
شهر شیرین سخنم اومده باز دوباره جون به تنم اومده تاج سرم اومده بابا بال و پرم اومده اون که دلم میخواستش بابا باز ببرم اومده وای آخه اون عزیزتر از جون منه آخه اون جون منه خون منه اومده از راه دور به دیدنم قدمش به دیده مهمون منه قدمش به دیده مهمون منه قدمش به دیده مهمون منه حرفی ندارم میام احواز برنامه براتون میذارم ولی اهل گاردن پارتی و این حرفا نیستم یکی دو دفعه رفتم تو گاردن پارتی برنامه گذاشتم اسباب زحمت شد مردم به هوای برنامه می اومدن قمار میکردن خرج زن و بچه‌شون رو میباختن و از چشم من میدیدن حالا نعمت آقا این یه دفعه هم به خاطر من بیا آخه ایرج میخواد به سلامتی شما عروسی رو راه بندازه بله ان شاءالله مبارک شما اما صحبت گاردن پارتی رو نکنید شما برین اهواز یه سالون بگیرین آگهی کنه منم میام مجانی برنامه میذارم تا آقا ایرج هم بساط عروسی رو روبرا بکنه کی میای اهواز؟ شما برین، ایشالا منم هفته دیگه با قطار حرکت میکنم خیلی ممنون چی فکر میکنی؟ به بزرگی خدا ما در وقتی از اهواز آمدم تهران سه روز سه شب گشنه اونجا نشسته بودم اما امروز الهی صد هزار مرتبه شکر خدا را قسم میدم به جلال درگاهش کاری کنه که هیچ وقت گذشته هم فراموش نکنم به خودم مغرور نشم خدا پشت و پناهت باشه مادر خیلی دلم میخواست باهات بیام اهواز ولی چه کنم که زنت پاوه ماست نمیتونم باهات بیام در هر حال برو به خدا میسپارم دست علی به همراه ممنونم مادر جان نوکرتم به علی اجازه بدین خدمت همه اهوازی ها همشری های خوبم هم سلام عرض میکنم ایشالله حال همه تون خوب باشه شما همه تون منو میشناسید منم شما ها رو من تو این شهر میون شما ها بزرگ شدم همه تون از گذشته من خبر دارید شاهد روزنامه فروشی، تسلیف فروشی، پین دوزی من بودی شاید در خونه همه شماها صد دفعه نفت آورده باشم شما اون روزا به من میگفتین نعمت نفتی و من امروز میخوام به شما بگم من همون کوچولوی شما نعمت نفتی هم نعمت نفتی یادمه چه شبایی که من جلوی همین سینما که اولا اسمش پارس بود و حالا آپاداناس بیکار بودم خلاصه رو راست بهتون بگم خیلی حالا با اجازه شما من همون آهنگی رو که به نخلا با بچه ها میخوندم براتون میخونم بازی داره هر آدمی تو دنیا با یار خودش
بشو بابای خودت اگه دیدی بابا وقت بابا نشد هر کسی کار خودش بار خودش آتیش به انبار خودش شدیم شاید به هم جدا بشیم بیا دست به دست بدیم ما هم دیگه بازی کنیم بیا وقتی میتونیم دل همو راضی کنیم بده که تموم بشه دوره خوب عمر ما پس بیاید بازی کنیم ای بچه ها ای بچه ها فکر تو دا گرم بازار خودش تو بشو بابای خودت اگه دیدی بابا واسد بابا نشد هر کسی کار خودش بار خودش آتیش به انبار خودش میگم راست میگی والا لاهی شاک نعمت نعمت آقا چی شده چیزی نیست الان یه خبری از تهران به هم دارم ایشالا که خیره آره خیره همین الان از تهران به هم خبر دادن که من پدر شدم خداوند یه پسر بهم داده. ممنونم. ممنونم. خیلی هم ممنون. حالا میخوام بهم اجازه بدین یه لالایی بخونم. لالایی برای بچه‌های شما. لالایی برای پسر خودم. لالایی برای همه بچه‌هایی که کسی رو ندارن تا برایشون لالایی بخونم. شام خوش اومدی روشن از روی تو شد خونه من گل گندم گل بادم گل پسته گل ناز با دو چشم و قد و بالات میکنم راز و نیاز گل ناز یکی یک دونه من سلام حالت خوبه؟ خیلی خوبم ای والا لاهی سر هزار مرتبه شکر نمه مواده باش ما در درست بگیرش کمرش خم نشه بچه آقاسی کمرش به این زودیا خم نمیشه خب اسمش چی بذاریم؟ والا با اجازه مادرت و مادرم میذاریم رضا خوبه دیگه قشنگه نه؟ قشنگه ولی من دلم خواهد اسمشو بذاریم علی تو این که از این به بعد تو رو صدا کنم نه نه علی شوخی میکنی آره شوخی میکنم با اجازه بزرگترها اسمشو میذاریم علی رضا علی رضا باشه قبول دارم نعمت دوستش داری؟ معلومه
پدر بچهشو خیلی دوست داره. اما پدر من ای امیدم کبوتر سفیدم، تو از ره رسیدی به آرزوم رسیدم، به خاطر دل تو دل از همه بریدم، به خاطر دل تو دل از همه بریدم. سلام عزیز خودم. سلام جان، ببینم تازه چه خبر؟ به سلامتی شما اصلا جا نداری. خدا رو شکر. آقای آقاسی، من میخواستم یه چیزی بهتون بگم. این پیرمرده بنده خدا صبح تا حالا همینطور اینجا وایساده و عکس شما رو تماشا میکنه. چی وایسایی؟ به بدبختی خودم. چی کاره هستی؟ چی بگم آقا؟ بیکاره و بیچاره. به خاطر اینکه بیکاری ناراحتی؟ آره. چیه؟ چی شده نعمت آقا؟ چرا تو نمیای؟ این بابا میگه من بیکارم، اگه میشه یه کاری بهش بدی. به روی چشمم آقا نعمت چشم. از فردا شب بیزارمش جای مرتضی جلوی در واسه. مرتضی میاد جلوی در اتاق خودم. راضی هستی بابا جون؟ آره راضی هم. برسه های خود بیبریم. بیبریم تو. بیا تو، بیا تو برم. بله، منزل آقاسی همینجاست. با کی کار داریم؟ نعمت خونه است؟ اولا نعمت نیست و نعمت آقاست. دوما خونه نیست. سوما شما با اون چی کار داریم؟ دیگه به خودمون مربوطه. شب کافه میبینمش. الو؟ الو؟ سلام. عجب برفی میاد فریده. خیلی قشنگه. برو توی رفت سرمو نخوری فریده. خدا حافظ. خدا حافظ. من الان برمیگردم. باشه پسر خوب. خودت برم. درو بر. چشم. سیگاره که بگم خانم با من کاری داشتی؟ شما فریده خانم هستین که امروز منزل آقاسی تلفن کردین؟ چو اینو از کجا میدونی؟ آخه من گوشی رو برداشتم. چو؟ تو کلفتش هستی؟ کلفت؟ آره، من کلفتش هستم. اما مادر علیرضا پسرشم هستم. پس تو زن نعمتی ها؟ با من چیکار داری؟ اینو من میخواستم از شما بپرسم که با من و زندگی من و شوهر من چیکار داریم؟ دیگه به خودمون مربوطه. خودتون؟ آره، من و نعمت. ولی من میتونم از خودم، زندگیم، شوهرم و بچه‌ام دفاع بکنم. مگه کسی جلوتو گرفته؟ هر کاری دلت بخواد بکن. خانم، من اومدم اینجا ازتون خواهش کنم دست از سر شوهر من بردارید. شما زن خوشگلی هستید. مرد براتون قطع نیست. اما برای من مرد یکیه، اونم نعمت خودمی. من همه یه عمر بدبختی کشیدم. تو رو به اون چیزی که ایمان دارین خوشبختی من رو ازم ندید. دارم کلافه میشم. من از تو کلافه ترم. با زبون خوش ازت میخوام که دست از سر نعمت برداری. در غیر این صورت میدونم چی کار کنم. چی کار میکنی؟ اینجوری نمیتونم زندگی کنم. هی تلفن، هی زن. دیگه آسی شدم، دارم دقمرگ میشم. باید منو طلاق بدی. طلاق؟
میدم طلا. کلا آقا نعمت، خوشم باشه، چشمم روشن، دسته بزنم که پیدا کردی. آفرین پسرم، رو سفیدم کردی، آفرین. میدونی چی میگه مادر جون؟ از طلاق حرف میزنه. زن که به مردش از این حرفا نمیزنه. از قدیم و ندیم گفتن خدا یکی، زن یکی، شوهرم یکی. زن با کفنم میره بیرون. زنت عصبانی بوده، تو باید خودتو نگر میداشتی. پس مردونه چی کجا رفته؟ برو، برو از دلش در بیار، برو. باشتم و لرزون دیگه از این حرفا نزنی ها. نه دیگه این کلمه به گوشم نخوره ها. حالا نو چرت. چشم سیاه میبینه خنده شادی رو لباش میشینه، بر نمیداره قدمی از قدم، از دست دل والا به تنگ اومدم. الحوار 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 از غم این دل بیقرار، الحوار 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 از غم این دل بیقرار. کشونه آخرش جون به لبم میرسونه، این دلی که من میبینم عاقبت منو بر خاک سیاه مینشونه. خار زبونه کرده، آتش به جونه کرده، تو کوچا تو مردم انگوش نشونه کرده. الحوار 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 از غم این دل بیقرار، الحوار 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 از غم این دل بیقرار. چشم سیاه میبینه خنده شادی یور نواش میشینه، بر نمیداره قدمی از قدم، از دست دل والا به تنگ اومدم. الحوار 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 از غم این دل بیقرار، الحوار 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 از غم این دل بیقرار. خسته نباشی. خیلی هم ممنون. حالت خوبه؟ ای به مرحمت شما، بد نیستم، میگذره. ببینم شبا همینجا میخوابی؟ بله. اگه خونه زندگی نداری؟ خونه زندگی؟ خونه زندگی ندارم ولی... ولی چی؟ چی بگم؟ با حرفته بزن. حقیقتش زن و بچه دارم. پس چرا نمیری پیششون؟ پرسیدم چرا نمیری پیششون؟ راستش خجالت میکشی. چرا خجالت میکشی؟ چی بگم؟ از این که سر و وضعت خوب نیست و دستت خالیه خجالت میکشی؟ ناراحت نباش، من بهت پول میدم تا سر و وضعت درست کنی. و
ولی باید بهم قول بدی قسم بخوری حتما میری پیش زن و بچه. قسم بخورم؟ آره باشه قول میدم قسم میخورم به جون یه دونه پسرم قسم میخورم که فردا برم پیششون. ای والا خوب ماشین سواره میکنی ها. چرا نرفتی پیش زن بچه؟ اگه قسم نخورده بودی؟ چرا؟ ولی حقیقتش فکر نمی کنم زن و بچه هم منو ببخشن. آخه من در حق زن و یه دونه پسرم خیلی بدی کردم. جوان بودم، فهمیدم. ناراحت نباش. هر آدمی تو زندگی ممکنه یه وقت عوضی بره. خونه که به خون نمیشوه. برو پیش زن و بچه‌ت ازشون معذرت. وقتی به رومله به شوهرشون نمیخواد پسر که به پدرش بدی نمیکنه که برو بدنم برات شده که در حقت گذشت میکنم ازشون بخوا تو رو میبخشم پس منو ببخش نه منو ببخش تو رو ببخشم آره آخه من روسی ها پدرت باشم دنبال بدبختی خود من همه عمرم باید چوب اشتباه و بیرحمی گذاشتم و بخورم از بلای بسرم و من مقصر خودم بود امروزم اشتباه کردم که به این خونه اومدم منو ببخش تو از این بعد باید اینجا بمونی از جوان مردی و مهربونی تو ممنون خدا دلت شناخت و به اینجا رسونده ولی من نیمم مادرم داره میاد ممکنه تو رو ببینه عصبانی بشه اگه میشه یه خورده تو اون اتاق باش تا من باهاش صحبت کنم برو نمت با کی حرف میزدی؟ پرسیدم با کی حرف میزدی؟ خیلی دلت میخواد بدونی؟ آره بگو برو بشینیم تا برات بگم راستش با پدرم حرف میزنم کی؟ اون اومده اینجا کی داری میگی؟ عصبانی نشه مادر اون دیگه اون آدمی که تو فکر میکنی نیست به قول خودش چوب اشتباهی گذشتش خورده تو باید اونو ببخشی دلم نمیخواد سرد به تنش باشه همه ی عمرم آدمی به بیشرفی و بیوجدانی اون ندیدم نامرد، پف، بیابرو مادر اون جوون بوده نمیدونسته تو باید بزرگی و گذشت داشته باشی از اینا گذشته اون پدر منه به ما احتیاج داره پدر تو؟ چرا اون روز که تو به اون احتیاج داشتی پدری در حقت نکرد یادت نمیاد مثل سگ دوتاییمون از خونه بیرون انداخت چه نامربوطایی که به هم نسبت نداره هزار دفعه به هم گفت حرزه فاسه بدکاره اصلا دیگه مادر اینقدر کینه نداشته باش اون بدبخته به درک که بدبخته اون که خوشبختی منو ازم گرفت باید میدونست که خدایم هست و سزای بیشرفیاشو میدید من نمیگم تو از پدرت دست بکش مختاری هر کاری دلت میخواد بکن ولی اینو که میتونم بهت بگم من دیگه یه دقیقه هم اینجا نمیمونم اگه بیرونش نکنی من از اینجا میرم چطوره میتونم اونو از اینجا بیرون کنم خیلی خوب اونو بیرون نکن عیبی نداره خیلی خوب من از اینجا میرم مادر
مادر عصبانی نباش، ما باید با هم حرف بزنیم. من هیچ حرفی با تو ندارم، بلم کن بزا برم. صبر کن. مادر صبر کن، باید تو کار دارم. نمت، نمت، جلوی در خونه داشتم میرفتم زیر ماشین، یه پیر مرده اومد منو نجات، اما خود بیچاره اش رفت زیر ماشین. پیر مرد؟ بیچاره آره. من ببینم. آی دکتر، حالش چطوره؟ ناراحت نباشین، حالش بد نیست. خوشبختانه صدمه زیادی ندیده، انشالله تا یکی دو روز دیگه حالش کاملا خوب میشه. خیلی ممنونم آقای دکتر، خداوند دلتون خوش کنه که خوشحالم کرده. ممنونم باجو. حرف نداره، یه موی همچی مردی میارده ننه به هزار تا مرد دیگه. میشه منو ببری پیشش؟ خیلی هم ممنون ننه. با اون چی کار داری؟ ایوا، میخوام ازش تشکر کنم، فکر بد نکن، آخه اون به گردن من حق داره، جونم رو نجات داده. من حرفی ندارم، ولی تو مریض خونه اون مرده برام زندگیشو تعریف کرد، میگفت تنهای تنهاست. خیلی دلم برای سوخت، میخوام بیارمش اینجا با شما زندگی کنه. ایوا خدا مرگم بده. نعمت میفهمی چی میگی؟ سر پیری و مرگ که گیری. خلاصه چه دلت بخواد چه دلت نخواد باید این مرکه رو بگیری. جواب بده، میگیری یا نه؟ نه نه، جواب منو بده، معرکه رو میگیری یا نه؟ خاک عالم بی خاک عالم، یک کلمه بگو، آره یا نه؟ تو که هر کاری دلت بخواد میکنی، دیگه از من چرا میپرسی؟ خودت میدونی. خدا خدا کردم همه وجودم را پر از صفا کردم، که ای خدا ازت میخوام یه دل بر مهربون، که برق اون چشاش بشه چراغ این آشیون، دلم میخواد یه دست گل عروس جلم باشه، دلم میخواد عروس من خوشگل عالم باشه، حاجت من روا شده به من زگین مبارکه، درد دلم دوا شده به من زگین مبارکه. بله بذار. ماشین حاضره؟ بله حاضره. آها، تا برید سوار شید. کجا برید؟ کریم میدونه کجا باست. بله بذار. شما باید برید ماه عسل. آه بریم دیگه، چرا ما عسلیم؟ بای بای بابا. خیلی ممنون. ببینم بلا گرفته، چرا نایمده تو عروسی خودم اینطوری غیر بدی؟ من که از بابام خوشگلترم. صفا کردم که ای خدا ازت میخوام یه دل بر مهربون، که برق اون چشاش بشه چراغ این آشیون، دلم